با درود و احترام خدمت طرفداران پارسه امروز درباره مهدی نصیری صحبت می کنم که چند ماهی است که به خارج از کشور اومده و در رابطه با پادشاهی خواهی و جمهوری خواهی صحبت میکنه کنه طرحهای بسیاری رو در رسانه های مختلف مطرح کرده و به گونه ای خودش رو داره از اعمال گذشتش دور میکنه دور کرده از انقلاب 57 و گذشته از جمهوری اسلامی و خامنه‌ای گذشته و در اصل اینها رو دیگر به زبال دانی تاریخ ریخته و اخیرا یک مسئله رو عنوان کرد به نام از تایزاده تا شاهزاده که این مسئله صحبت بسیاری رو به همراه داشت انتقادات بسیاری رو به همراه داشت مخالفت‌های بسیاری شد ده دقیقه در بی بی سی فارسی در همین رابطه صحبت کرد و بعد از اون انگار آب در لونه مورچه ها ریخته شد اکثر مردم کشورهای توسعه نیافته در برابر نظرات جدید ناخواسته موضع منفی میگیرند و ما ایرانی ها هم از همان ها هستیم اگر همین امروز بگویند رفراندوم شروع میکنیم بیافتن یافتن مزراتش در وضعیت خاص فعلی از طرفی نمیتوانیم بپذیریم هر کدام مخالف منطقی هم داریم در برآوردهامون آرزو گونه رفتار میکنیم نه علمی و درست و خواهان که شاید 90 درصد جامعه اون رو خوب میپندارند و ای هم که جمهوری خواه هستند درصدی طرفدار جمهوری خواهی هستند و درصد دیگری هم طرفدار دیگر عقاید اما در نهایت اگر درست فکر کنی یک پیشنهادی که مهدی نصیری عنوان کرد نقدهای جدی زیادی وارد شد و میشود و همه به اون ایراد گرفتند عدهای اون رو تایید کردن نظریه دادند صحبت کردند مدی نصیری گامی بزرگ برداشت از تلاش تکراری برای اثبات ناکارآمدی رژیم ظلم به این ایده ضروری و شاید تازه آمد و در بحث های مختلف با تیف های مختلف از اپوزیسیون از پادشاهی خواه،, خواه کسانی که افکار دیگری دارند بحث کرد مصاحبه کرد مجادله کرد ساعت‌ها صحبت کرد که آخرین صحبتش با مسعود نقرکار چریک فدایی سابق که طرفدار چریک‌های اقلیت بود که الان برگشته آخرین صحبتش با او بود درباره از تایزاده تا شاهزاده حالا دو نفر جوان دو نفر مشروط خواه و طرفداران پادشاهی خواهی که بسیار جوان هستند و با استدلال صحبت می کنند آمدند و جوابیه هم اونها به طرح از شاهزاده تا تایزاده دادند که بد نیست اینجا جوابیه و تحلیلی که این دو جوان بسیار خیزوق و منطقی دادند رو بشنوید این دو جوان طرفدار پادشاهی خواهی به نام وحید بهمن و علیرضا کیانی که در رسانه های عمومی هم صحبت کردند باشون مصاحبه شده تعصب بسیار زیادی روی ایران دارند روی ملت ایران زبان و فارسی و ایرانیت رو در وهله اول گرامی میدارند و این بسیار جای تقدیر داره و باید ما هم پشتیبانی کنیم مناظره این تو جوان رو با هم گوش میکنیم ببینید که چگونه دلشون برای ایران و ایرانی و ایران بزرگ ایران خوبی که مردم درش آسایش و رفاه داشته باشند، از شر جمهوری اسلامی خلاص بشند، دیگر گرفتار مذهب زوری نباشند، فکر می کنم خوشتون بیاد. به هاشون گوش کنید. عرض و درود و ادب دارم خدمت کسانی که یک برنامه دیگه از یوتیوب فریدون رو میبینن افتخار دارم امروز با وعید بهمن پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی همراه هستم دیگر باره البته وعید لطف کرده بود فکر میکنم تو یکی دو تا برنامه پیشین یوتیوب فریدون هم حضور داشت که البته من از کامنت ها فهمیدم شما خیلی در واقع علاقمند هستید به بحثای وعید و امیدوارم که در دفعات بعد هم افتخار داشته باشیم و وعید بهمن رو اینجا ببینیم و باش حرف بزنیم در مورد مسائل مبتلابه مملکت یک بحثی که این روزها خیلی مطرح شده و البته بحث مهمی هم هست خب من از حقیقت رو بخواید در مورد این بحث قبلا با وعید بهمن صحبت که می کردیم به اصطلاح قرار بود که یک بار در اینجا حرف بزنیم در موردش ولی مشخصا آقای جناب آقای مهدی نصیری به اصطلاح یک دو هفته پیش حدود یک دو هفته پیش یه بحثی رو مطرح کردن مبنی با این عنوانی که خودشون ابدا کردن اتحاد بین تاجزاده و شاهزاده و حرف اصلیشون هم این بوده که در واقع من, من, چون هم به اصطلاح برنامه‌هاشون دیدم چون به صورت موقت الان گویا کانادا هستن پیش فرزندشون هم برنامه های تلویزیونیشون رو دیدم در تلویزیون های فارسی زبان خارجی کشور و هم اینکه در واقع متونشون که در توضیح همین مسئله و پاسخ به انتقادات در اینستاگرامش رو خوندم حرفشون به طور کلی اینه که باید این شکافی که بین نیروهای به صلاح جمهوری و پادشاهی وجود داره پر بشه بعد نماد در واقع نیروهای حالا بگیم جمهوری خواه رو در واقع مصطفی تایج دونستن و برای پادشاهی هم در واقع نیروهای پادشاهی خواه در واقع نمادشو شاهزاده رضا پهلوی دونستن البته من شخصا مثل آیه مهدی نصیری فکر نمی کنم چون من فکر می کنم که شاهزاده در جایگاه رهبری انقلاب ملی قرار داره شاهزاده به نظر من دو ج... دو شعن داره در مقطع فعلی یکی رهبری انقلاب ملیه و یکی هم در واقع ولایت تهدیه یعنی این, این دو شعنی هستش که شازده دارن و رهبری انقلاب ملی منحصر در واقع در گرایش پادشاهی خواه نیست گرچه منم پا من پادشاهی خواه هستم و فکر میکنم کنم اینطور فکر میکنه حالا برگردم سراغ موزه آقای نصیری خیلی سری در واقع حرفشون رو بگم در گفتن که حالا برای عبور از جمهوری اسلامی ما نیاز این اتح... نیازمند این اتحاد هستیم و کسانی خوب از دو سو که انتقاد کردن ایشون پاسخشون این بود که این افراد دوچار نخبه اندیشی و فاصله گیری از واقعیت هستند و حرفشون در واقع این بود که به اصطلاح این یک نوع کمالگرایی سیاسیه که بخوایم در واقع با این موضعی که ایشون مطرح میکنن یعنی پرک شدن شکاف بین تاجزاده و شاهزاده که میگم دو نماد هستن به اصطلاح مخالفت کنیم حرفشون هم این بود که آقا مملکت وضعش خیلی خرابه و بهتری که ما بتونیم به اصطلاح شکاف رو پر کنیم تا بتونیم در واقع زودتر از جمهوری اسلامی عبور کنیم در این که مملکت وضعش خیلی خرابه در این که بالاخره یک نوعی از همبستگی همیشه نیازه من با جناب آقای نصیر کاملا موافقم در این که هر چیز زودتر نیروها باید تلاش کنن که به اصطلاح تلاش خودشون رو وسط بیارن به میون بیارن که از جمهوری اسلامی یاد بشه من با جناب این نسیل کاملا موافقم ولی خب من با اصل در این مورد یه حرف داریم ولی من ترجیح میدم چون دیدم وحید بهمن همون موقع یک مطالبی رو در شبکه های اجتماعی خودش در مورد موضوع نوشت با وحید در واقع بیشتر در این مورد بحث کنیم و به اصطلاح ازش بخوایم وحید جان من از تو خواهش میکنم که بحث رو شروع کن با نگا... نقد و نگاهت با توضیح نقد و نگاهت به ایده جناب آقای نصیری و اینکه حالا بریم جلوتر بازم حرف هست دیگه چون دیدم دیگرانی هم مواضعی رو مطرح کردند و خوبه که اونا رو هم به میون بیاریم و نظرت رو بگیریم بفرم درود بر تو علی گرامی درود بر بینندگان بزرگوار مجله فریدون خیلی خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم ببینید من به مانند شما علی گرامی با کلیت بحث این که باید اصطلاحا همصدایی و اتحاد شکل بگیره به شکل حتی اکثری طبیعتا موافق هستم در این اصلا شک و شفه نیست اما سخن اینه که ما دقیقا بدونیم کجا ایستاده بودیم از اونجا چرا حرکت کردیم و, بخ... و قراره به چه کسی نزدیک بشیم و اون کسی که میخوایم بهش به فکرش به اندیشش نزدیک بشیم کجا ایستاده و چند سال اونجا ایستاده منظور سخنش اندیشش جایگاهش چه خدمتی داره چه مشخصاتی داره اینجا مشخصا آن کسی که جابجا جا شده مشخصا جناب نصیری و همفکران جناب نصیری نسبت به موضع پیشین خودشون اندیشه پیشین خودشون هستند شهریار ایران ولیت ایران چهل و پنج ساله در همین موزه هست چهل و پنج سال در مورد رفتن جمهوری اسلامی سخن گفته اصولا حکمرانی جمهوری اسلامی قصبیه یعنی بر یک پادشاهی ساخته شده که وارثش هنوز زنده است و حق قانونیش تاریخیش مشروعیت تاریخیش در این زمینه محفوظه این مقدمه رو برای این گفتم که ما باید بدونیم به صرف بریدن از جمهوری اسلامی به صرف اینکه جناب نسیری و یا کلا افرادی که به شکل به این شکل اندیشه میکنن به هر دلیلی در حال حاضر از جمهوری اسلامی بریدن و معتقدن که این جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست صرف این موضوع کفایت نمیکنه برای ایجاد اعتماد حتی اکثری در نزد مردم سخنم اینجا نیست که مثلا وحید بهمن چی فکر میکنه میگه بله آی نصیری بفرمایین در بازه نه سخنم در یک شکل کلی در جامعه هست برای این موضوع هم من دلیل دارم بالاخره آنچه که ما اکنون از جامعه ایرانی از ملت ایران به ویژه در داخل و همچنین در خارج میتونیم ببینیم به شکل گسترده عبور از دو پایه اساسی جمهوری اسلامی یعنی اصولگرایان اصلاح طلبان و یک سری کاتالیزورهای میانی هستن مثلا به مانند رفسنجانی و خاندانش رفسنجانی یک حالتی داشت که هم مقبول اصولگرایان بود در شکل سنتی و هم مورد توجه اصلاح طلبان بود آن چیزی که الان ما میتونیم پازهاش رو نشانه هاش رو در نزد ملت ایران ببینیم عبور از این دو گفتمان هست و اصولا عبور از کلیت جمهوری اسلامی هست حالا جناب نصیری و بزرگوارانی که ادعا میکنند از جمهوری اسلامی عبور کردن گذر کردن نسبت خودشون رو ابتدا به نظر من باید با موضوع خود جمهوری اسلامی با موضوع پنجاه هفت خیلی روشن بیان بکنن و به اصطلاحا آمادگی خودشون رو برای رسیدگی به جرایمشون اگر مرتکب شدن در فردای ایران آزاد در یک دادگاه ساله از الان اعلام بکنن بحث سهم خواهی رو مشخصا نباید پیگیری بکنن چون که هنوز در ابتدای راه اعتماد سازی در نزد ملت ایران هستند اینها اول باید مسئله اعتماد سازی و جلب اعتماد ملت ایران رو پیگیری بکنن این هم مراحلی داره خیلی روشن و سریع باید موضوع خودشون رو نسبت به جمهوری اسلامی نسبت به موضوع 57 اعلام بکنن و همچنین اعلام بکنن که در فردای ایران آماده هستند در دادگاهی صالحه اگر جرمی مرتکب شدن محاکمه بشن اینها مواردی استن که باید بپذیرن اصولا سخن در این مورد مشخصا در مورد افرادی که دستشون به خون آلوده نیست به کشتار آلوده نیست به جنایت آلوده نیست اونها اصلا نه من و نه هیچ باورمند دیگری بعید میدونم که اصلا بخواد بشینه با اینها سخنی بگه سخن در مورد افرادی که دستشون به خون آلوده نیست یعنی جنایتی مرتکب نشدن فرمان جنایتی ندادن ما در مورد این افراد صحبت می کنیم که این موضوع کاملا واضحه اما به عنوان یک اشاره هم لازم دیدم که این رو اشاره بکنم در, در این بخش اگر بخوام جمع بندی بکنم بسیار بیشتر از اون که ما بخوایم نظر یک فرد رو نظر یک گروه خاص رو جلب بکنیم برای موضوع همکاری باید به این مهم توجه کنیم که ملت ایران چه نظری دارند و این روند اصطلاحا بخشیده شدن از طرف ملت ایران رو در اولویت قرار بدیم مهمترین مسئله در این مورد صداقت شفافیت اعلام موضع روشنه جناب قاسمی نجات در مصاحبه چند روز پیششون نکته ای رو اشاره کرده بودن حتی اصطلاحا دادن اطلاعات از اون ساختار یعنی کمک به روند این خیزش این انقلاب این نکته بسیار بسیار مهمیه صرف پشیمانی خالی به نظر من مفید نیست و باید هر چیزی که دارن در مورد ساختار در مورد نحوه عمل کرد حتی اگر آگاهی دارن در مورد لابی های اقتصادی پولشویی رژیم اینها رو باید با مردم در میون ب... بگذارن که مردم رفته رفته به صداقت کلام اونها مطمئن بشن و یک پروسه ای باشه باز هم جناب قاسمی نژاد اشاره کرده بودن به مانند یک پروتکل یعنی یک ساختاری رو باید تعریف بکنیم که بتونیم این اعتماد سازی رو داشته باشیم و در مراحل بعدی حالا میتونیم به این موضوع فکر کنیم که اصطلاحا اینها صلاحیت و این امکان رو دارند که به عنوان یار و پشتیبان و پشت سر شاهزاده قرار بگیرن یا نه چون همونطور که ابتدای سخن اشاره کرده هم شاهزاده 45 سال در نقطه هست که بوده هست و اصولا اگر امروز نامش شنیده میشه به واسطه اقبالی که مردم ایران به ایشون نشون دادن و الا بسیار این قسمت رو بدون نام ذکر میکنن بسیاری از این چهره های اصلاح طلب بسیاری از این چهره های اصولگرا سالها به حالت تمسخر به حالت وقاحت و گستاخی در مورد خاندان پهلوی در مورد وارث این خاندان صحبت میکردن اما امروز اگر سخنی از هم فکری و اتحاد میشه به دلیل اینه که میبینن ملت ایران چطور به این خاندان اقبال دارد هرچند که در نهان بوده به شکل سنتی در بخش مهمی از جامعه بوده اما بدون تعارف ما این ها، این موضوع رو بارها بررسی کردیم از به شکل جدی و حتی اکثری در نزد ملت ایران از بعد از 95 بعد از 96 خیزش 96 آغاز شده و روز به روز هم گسترش پیدا کرده و امروز به یک شکل حتی اکثری رسیده یعنی ولیت ایران با فاصله بسیار بسیار زیاد تنها چهره مورد و, سوق و و توجه و اصطلاح مهر ملت ایران کاملا درست وعید جان در مورد اون نکته ای که گفتی که از خیزش از آبان 95 دیگه 96 بحث مفصلی در این زمینه داشتیم بالاخره اقبال به پهلوی همیشه بوده من متولد سال 1363 هستم و به اصطلاح خب بچه سوادکو در مازندران و خب در اونجا می یک شهر شهرستان کوچیکی بوده و در خانواده ها می دیدم که چقدر خانواده پهلوی همیشه محبوب بوده یعنی لزوما هم آدمای سیاسی نبودن یه محبوبیتی داشته و خب این محبوبیت که در خانه ها بود دقیقا از 95 96 در واقع وجوه خیابانی پیدا کرد وچه خیابانی پیدا کرد دقیقا این نکته رو من کاملا با شما موافق هستم و کاملا درست میگی نیروی سیاسی مستقر در جمهوری اسلامی اساساً سالها سعی میکردن که شاهزاده رضا پهلوی رو نبینند به عنوان یک نیروی سیاسی و حتی جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت تلاش میکرد که ایشون و طرفداران ایشون رو مدام تغییر کنه و ما میدونیم که پروژه هایی داشتن حالا برگردم سراغ حرفای خودت. ببین در مورد مهدی نصیری نکته به نکات درستی رو گفتی به صورت اینکه آقا افرادی که میان نباید سرمخواهی کنن در واقع باید موضعشون رو نسبت به 57 روشن کنن اینکه در واقع در واقع باید پاسخگو باشن اگه در واقع حرکتی زدن برخلاف منافع ملی و مسائل مردم مشخصا در مورد مهدی نصیری که چند سال نماینده یعنی منصوب خامنه ای در کیهان بود در اواخر دهه 60 و اول واقعیت اینه که ایشون من دیدم که مشخصا تاکید یعنی اصلا مطلب نوشته علیه 57 که از انقلاب 57 رد شدیم در اینستاگرامشون هست مطلب ویدیو ازشون دیدم که گفته که من بابت همون چند سالی که مسئولیت داشتم پاسخگو خواهم بود و بحثشون هم سمخایی کنی اینا که اصلا فکر نکنم در واقع برایشون مطرح باشه ولی نکته تو از این منظر درسته که ما بریم به صورت کلی راجع به ایده ای آقای نصیری صحبت کنیم راجع به خود آقای نصیری من حتی یه جایی دیروز پریروز در توییتر خوندم که گویا در یک ویدیویی از آقای از پهلوی عسخای کرد حالا فکر میکنم منظورش پادشاهی پهلوی باشه یعنی بابت اینکه خودش بالاخره هوادار انقلاب هفت بوده پس ما اینجا راجع به خود آقای نصیری خیلی حرف نمیزنیم راجع ایده ای آقای نصیری داریم حرف میزنیم ببین اسم سعید رو آوردی من سعید قاسمی نژاد چون اتفاقا سعید دستنده از دستندر کانان آوز شوره سیاست گذاری فریدونم هست خوبه که من ایده سعید رو اینجا که تو به بخشش ششاره کردی اینجا مطرح کنم سعید مشخصا در مورد همین ایده آقای نصیر با برنامه آقای تنگستانی که گفته بوداش به ایشون گفتش که تاجزاده فائزه رفسنجانی امثال ایشون با رهبری از رهبری در واقع شاهزاده رضا پهلوی رو بپذیرن رهبری ایشون در قالب انقلاب ملی نه اینکه پادشاهی خواه بشن لزوما نه حرف این نیست رهبری ایشون در انقلاب ملی رو بپذیرن بنا به همون استدلالی که تو آوردی آقا ایشون 45 ساله در واقع در همین مسئله است و محبوبیت ملت رو هم داره تحمیلی هم نیست محبوبیت ملت رو داره بعد سعید در واقع اومده گفته که یه پروسه با تعریف کنیم گفته حالا بعد بشین راجع جزئیاتش بیشتر صحبت کنیم ولی سه چهار تا نکته مطرح کرده سعید به طور کلی یکی این که باید در حرف زدن خودشون تمام پلای پشترشون رو خراب کنه یعنی امثال فایزه رفسنجانی امسال تای زده و این تیپ ها نکته دومی که اگه در درون رژیم بودن یا در درون گروه های زده ایرانی بودن مثلا گروه های طلب و اینا باید راجع به اشتباهات حرف بزنن اشتباهات خودشون حرف بزنن نکته سوم این که اطلاعات دست اولی رو که دارن در میون بذارن و نکته چهارمی که در سعی کنه که بیش از بقیه با اون رژیم با رژیم جمهوری اسلامی در واقع بستیزن و این افراد باستی رهبری شاهزاده بپذیرم بپذیرن به همون استدلالی که آوردیم دقیقا هم سعید اونجا هم تاکید کرد یه عده آدم کشی کردن یه عده فرمان قتل جوون مردم رو داره. اون بحث دیگه ای اصلا ما با اونه که در واقع بحث اتحاد مطرح نیست حالا من اینو برای چی بحث سعید رو برای چی آوردم ولی اینکه یه خورده عینی‌تر راجع به این مسئله و ایده ای آقای نصیری حرف بزنیم یا yeah, این مواردی رو که من برشمردم از حرف سعید که برگرفته از فرماشتشون در برنامه آقای تنگستانی هست رو تو میپذیری چیزی داری بهش اضافه کنی با یا فکر میکنی نقد خوبیه به ایده ای آقای نصیری یعنی شما همینطور فکر میکنی که به اصطلاح اگر امثال تاج اگر امثال در واقع فایزه رفسنجانی حالا به عنوان دو نماد هستن اینها این موارد رو انجام بدن شما فکر میکنی که باید پذیرفته بشن توسط نیروهای انقلاب ملی توسط نیروهای هواداری شاهزاده رضا پهلوی بفرمایید ببینید این فرم کلی پروتکل حالا اسم ببریم سعید گرامی هم استفاده کردن این باید یه سازوکاری داشته باشه اما مسئله مهم اینه که علی گرامی این بحث ریزش رو به نظر من من با اجازت میخوام به بحث ریزش یه ذره کلیتر و جامعتر بپردازم ببینین ولی ایران همه چیز در زندگی خودش دیده همه چیز مرگ برادر مرگ خواهر من این رو مدام مثال میزنم چون فوق العاده مهمه ما از کسی صحبت می کنیم که مرگ پدر دیده مرگ برادر دیده در خواهر دیده بعد قربت دیده همزمانی که نو، نوجوان تازه جوانی بود سلاخی یاران رو شنیده تیرباران یاران وفادار پدر رو شنیده سه چهار پرونده قضایی سنگین رو که خیلی از جوان ها نمیدونن جمهوری اسلامی اوایل در سوئیس در فرانسه و فکر کنم در خود آمریکا بر علیه این خاندان پرونده های قضایی با ادعاهای مزخرف نمیدونم دزدیدن اموال ایران رو مطرح کرد که در همگی شکست خورده در همگی شکست خورده تبعید دیده از این کشور به اون کشور مراکش مصر آمریکا فرانسه اینها رو برای چی گفتم به عنوان مقدمه برای این گفتم که از زینفان اصلیه یعنی اصلا از کف رفتن حکمرانی پدر و پسر اون هم جای خود داره اصلا میگیم اونجا رو اصلا از حقش گذشته یعنی چیز نمیکنه قره یا مثلا شکایت اون رو نمیکنه که آقا من ولیت اون کشور بودم اینا رو اصلا کاری نداریم با مسائلی جانسوزتر کار داریم به مانند خب اگر اون ساختار بر افتاد اون در, در به دری نبود شاه لیلا اصلا چرا باید دوچار افسردگی یا مشکلاتی بشه که همچین اقدامی بکنه خب میبینیم مستقیم با 57 در ارتباط این مقدمه برای این بود که ما به این مهم بپردازیم که وقتی ایشون وقتی ایشون که به عنوان حتی میتونیم بگیم اصلی ترین یکی از اصلی ترین زینفا پسر ب... پسر امشون زنده شهریار شفیق یعنی اعضای درجه که خانواده است دیگه و که اونجوری سلاخی شد وقتی ایشون سخن از ریزش میکنه سخن از پذیرش میکنه در مورد نیروهای نظامی ما این, ها، این،, نکته نکتر هم اشاره بکنم قبلا صحبت کرده بودیم که نیروهای نظامی ذخیره و اصلی ایران شامل حالا با اجازه من انتظامی رو هم وارد می کنم یعنی نیروهای نظامی انتظامی پلیس رو هم وارد می کنم. شامل سپاه و ارتش و حالا نیروی انتظامی پلیس با اعضای خانوادی درجه یکشون یا تازه اصلا پدر و مادر رو هم وارد نمی کنم. زن و بچه رو وارد می کنم شامل چند میلیون ایرانی میشه چند میلیون ما باید بدونیم نحوه تعامل ما با این عزیزان چطور خواهد بود یا مثلا کارمند فلان وزارت در وزارت دارایی یا کارمند فلان وزارت در نمیدونم وزارت صنایع اینجوری نمیشه که با یه عبارت نمیبخشیم و نه نمی فراموش میکنیم ما شمشیر بکشیم برای تمام اصطلاحا عناصری که به نوعی از جمهوری اسلامی حقوق گرفتن البته اینجا هم بدون رو درواسی و بدون هیچ گونه تعارفی میگیم ما نمیبخشیم و نفراموش میکنیم شامل گازی سلواتی شامل اون ای که دستش به خون جوون آلوده است با اینها تعارفی نداریم با اینها شوخی نداریم شامل فلان سردار سپاه که فرمان داد آقا بریم به بکشی این شامل خامنه ایه شامل خ... اگر رفسنجانی بود شامل خود رفسنجانی زنده بود منظور حتی شامل خاتمیه قتلای زنجیری و و و و و یعنی این نکته رو هم داریم که این نمی بخشیم نفراموش میکنیم رو هم میدونیم که شامل چه افرادی هستن و از گفتن اون هم تعارفی نداریم اما تکلیف ما باید به مانند ولایت ایران با مسئله ریزش روشن باشه ما باید بدونیم که این چند میلیون ایرانی رو نمیتونیم بکشیم باید خیالشون رو فکرشون رو از فردای ایران که جان و مال و خانوادهشون در امان خواهد بود آسوده بکنیم همینطور بدنه اداری در وزارت خونه ها بعد میدونم اینها یاد اما در تکرار فایده هست چون که خب یک روند انتقامی یک روند ریشهکن به مانند پنجاه هفت تو پنجاه هفت شما معمولی ترین کارمندان رو هم میدیدین مورد قذب قرار میگرفتن خوشت داترین خواننده زندیات جواد اسم فامیلیش یادم رفت که یکی از زبیهی یکی از نوادر آواز ایران بود رو به صرف این که در یک مثلا مدخلی دعایی برای سلامتی محمد رضا شاه فقید کرده بود سلاخی کردن در دشت های اطراف تهران در بانو پارسا ها فرخ رو پارسه سال پنجاه و سه بازنشست شده بود یعنی اصلا بازنشست شده بود هفت سال بود پنج سال بود که عملا در سیستم کاری نبود این رو بازداشت کردن سال 52 تیربارانش کردن گویا تناب به دار محکوم شده بوده پاره شده بعد تیرباران کردن و, و و و یعنی برای اینکه این وحشیگری ها به وقوع نپیونده ما باید مرجعیت و اون سخن ولیت رو خیلی مهم بدونیم و اصطلاحا مرجع تصمیمگیری خودمون در این موضوع خاص بکنیم به عنوان یک زینف اصلی به عنوان کسی که این همه مسایب رو در خانوادش برای خود شامل شده دیده و براش اتفاق افتاده پس این یک شکل کلیه که ما باید نحوه تعاملمون رو دقیق بدونیم اینجوری نباشه که درها رو ببندیم اصولا ما به این درهای باز احتیاج داریم در همه سطوح گفتم اگر جایگاه به مانند چارج به مانند ایکس ایگرگ بخوان از اون جایگاه خودشون ما این به نظر من این مسائل رو این عبور رو کامل ندیدیم های نصیری روشنتر خارج از ایران هستم میگن اما این که به صرف این که جمهوری اسلامی اصلاح پرزی نیست واقعیت هم اینه که باز هم برمیگردم و میخوام اصطلاحا استناد کنم به سخنان سعید گرامی اینها کافی نیست باید خیلی روشنتر و واضحتر از اینها موضوع بیان بشه اون مسائلی که در سخنان حالا مثلا امثال تاجزاده یا افرادی در این دست ما شنیدیم در همین حد اینکه جمهوری اسلامی پذیر نیست یعنی این گذر از جمهوری اسلامی که مرحله اول باید خیلی شفافتر پیام بشه در مراحل بعدی اعلام موضع نسبت به پنجاه هفت اعلام موضع نسبت به رهبری همطور که شما هم به درستی اشاره کردین در این مقطع تاریخی باید رهبری ولیت ایران پذیرفته بشه چون این موضوع خیلی مهمه رهبر داشتن رهبری مستقل این بحث های شورای و اینها خیلی مسمومه من اصلا اعتقادی به این ندارم نمیدونم شورای رهبری خیلی اینجوری نیست باید مشخصا یک فرد به عنوان پیشانه ما بپذیریم اصطلاحا حاکمیتش رو سخنش رو برای مرحله گذار فردی که و پنج ساله میگه من گذار رو انجام بدم مطمئنا اصطلاحا سامانی بعدی کشورداری ایران باید با رأی مردم ایران انتخاب بشه بدون کوچکترین اصطلاحا امتیازی که برای خودشون بخوان در نظر بگیرن این خیلی نکته مهمیه که نشان از روح دموکراتیک ایشون داره من تو این وقت زیاده گویی کردم اما خواستم به این شکل کلی و اصطلاحاً یک نحوه تعاملمون ما باید بدونیم که به چه شکلی میخوایم تعامل کنیم هم با بحث نیروهای نظامی و انتظامی ریزششون هم با کادرهای اداری در سطح حتی مدیران و اینها کاملا در واقع درسته بحث ریزش خیلی بحث مهم میاد به این بحث مرتبط هم هست ولی در واقع من میخوام اونو نگه دارم برای یه جای دیگه با حضور خود یا حالا با حضور در واقع تحلیلگران دیگه که در این مورد فکر کردن ولی خب در این مسئله که ریزش نیاز پیروزی انقلاب یعنی برای پیروزی انقلاب شما نیاز به ریزش در نیروهای نظامی انتظامی داری این چیزی که نیستش که اتفاقا یک موضع سیاسی باشه یعنی نگاه فنی وقتی شما در واقع به انقلاب ها نگاه میکنی به کسانی که متخصص در واقع انقلاب هستن انقلاب های مختلف رو مورد بررسی قرار میدن خب میدونیم یه بحث علمیه در واقع این قضیه تقریبا هیچ انقلابی نمیبینی که به پیروزی رسیده باشه ولی ریزش در نیروی نظامی رخ نده باشه و نکته مهمی که من قبلا هم گفتم نوشتم ولی بار دیگه فکر میکنم نیاز بگم در صحبت های تو هم بود و بحث ریزش به معنی باجدهی به هیچ عنوان نیست بلکه همونطور که میدونیم و طبیعی هم است یعنی خود بحث نیاز ریزش این رو ایجاب میکنه و تو موازه شاهزاده هم دیدیم ریزش عمیقا نیازمند اینه که شما فشار بیاری مثلا بر سپاه پاسداران اگر دنبال این هستی که سپاه پاس در سپاه پاسداران ریزش ببینی باید در واقع دقیقا دنبال تروریستی اعلام کردن سپاه باشی به با عنوان این نهاد این نهاد در واقع باید به با عنوان این تروریستی شناخته بشه شاهزاده رضا پهلوی همیشه روی این نکته تاکید داره چرا چون وقتی اون نهاد روش فشار بیاد اون فرد اون کسی که در واقع عضو نادستش میفهمه که پس در واقع برش هزینه داره ببین همه در واقع با گل و سلبات که نمیان سمت انقلاب ملی که خیلی ها در واقع به اصطلاح با فشاری که بهشون وارد میشه وقتی میبینن در این نهاد بودن هزینه داره از چشم مردم که افتادی در دنیام که به عنوان تروریست شناخته میشی پس بیا به سمت در واقع انقلاب لزوما هم دستت به درستی گفتی خیلیا نیروهای کادری به اصطلاح نیروهای رو میتونن بیان در واقع سمت انقلاب به هزینه رو ببرم بالا برای در واقع جمهوری اسلامی چون دقیقا جمهوری اسلامی الان ایدئولوژیش که رنگ باخته چیزی که جمهوری اسلامی رو واقعا داره نگه میداره این خشونت به اصطلاح عجیب و غریبیه که داره خرج میکنه و این خشونت به واسطه همین سپاه پاستارانه به واسطه همین یگان ویژه است و باید فشار رو اینا شدید بشه تا ریزش بده تا واقعا ریزش بحت اکیده بر روی ریزش هیچ تعارضی با بحث فشار در واقع فشار حداکثری اکثری نداره بلکه اساسا ریزش نیازمند فشار حد اکثری. من اینو ببخشید با در واقع تاکید بیشتری گفتم چون میبینم که بعضی از کسانی که حالا یا نادان هستند یا غرضی رو دنبال میکنند ریزش رو با باجدهی در واقع دارن یکسان میپندارن در مورد صحبت صحبتات در واقع دوباره بحث آقای نصیری بود و اشاره کردید خب البته نمیشم به آقای نصیری اشاره نکرد چون دقیقا این برنامه بر اساس ایده ایشون هم در واقع چیز گرفته بود صحبتی که من داشتم گفتم که ایشون در واقع توبتات به درستی گفتی گفتی کسایی که میخوان بیان این سمت باید در واقع موضع خودشون به انقلاب 57 هفتم روشن کنن من یک به اصطلاح در تاریخ دوازده اپریل که میشه فکر می کنم یک ماه پیش یک مطلبی رو آقای نصیری در اینستاگرام خودشون نوشتم به نام وداع با انقلاب 57 و, و آمادگی برای تولدی دیگر و حالا برای مخاطبان بخوام توضیح بدم بحثش در واقع جمله اولش هم اینه که بدون لکنت باید فاتحه انقلاب 57 را خواند و از آن عبور کرد این انقلاب محصول مجموعی از تحولات تاریخی و گفتمان های چپ مارکسیستی، اسلام تکفیری سلفی و شیعه زیدی و فقه استبداد زده بود که دین و دنیای مردم ایران را به نابودی کشد چون دیدم که اون بحث رو هم من مطرح کرده بودم دوباره شما هم در واقع بحث خدای نسی رو مطرح کردی پس وید من اینجوری که فهمیدم از حرفات تو با ایده سعید قاسمی نژاد اون ایده های کلی که مطرح کرد موافق هستی و میپذیری که در واقع و لینک زدی به بحث ریزش و اشاره کردی که این افراد میتونن در واقع ملحق بشن و اساسا نیازه در واقع بازم تأکید میکنیم بحث سردار جانی سپاه جداست بحث کسانی که در واقع اساسا در این سالها آمر یا عامل جنایت بودن بحث اونا در واقع در میون نیست میپذیرم در این حال این بحث پیچیدگی های خودش رو داره پیچیدگی های سیاسی داره پیچیدگی های حقوقی داره در واقع اینها مفروضه ولی ما الان داریم راجع کلیت بحث میکنیم و ای جان نکاتت رو راجع به چیزایی که الان خودم گفتم میشنوم تا برم سر یه بحث دیگه بفرمایید نه کاملا درست بود در مورد این بحث فشار که کاملا درست بود یعنی ببینین این وقتی که طرف حقوقشو داره میگیره حقوق خوبی هم میگیره اصطلاحا کارشو داره بعد نه فشاری هست نه چیزی خب طبیعیه که باز امروز چقدر زشت جناب قاسمی نشاط شد یه بارم دیدم نوشته بودم توی توییتر که آقا فشار باید شما از طریق خیابون از طریق مردم باید اگر بخوایم ریزش رو ببینیم با نشستن و گفتن که میکشم و میزنم و تو توییتر و خارج از ایران که خب اتفاقی نمیفته اون فشار باید از داخل و توسط مردم ایجاد بشه که بعد به مرحله ریزش برسه این نکته بسیار بسیار درستی بود که بازوی خارجی اون همون در اصطلاحا تحریم هایی هستن که اعمال میشن بر این مهره ها و در شکل کلی بر این سازمان سازمان تروریستی یعنی وقتی که به شکل کلی سپاه به عنوان سازمان تروریستی در کشورهای مختلف اعمال میشه این تحریم ها بسیار بسیار اثرگذاره و این یک روش بسیار مشخصیه این فشار بی فشار منظور مشخصا دست گذاشتن رو و خفه کردنش نیست از نظر فیزیکی این فشار عوامل مختلفی داره همون بیابروی که شما به درستی اشاره کردین بسیار بسیار مهمه از چشم مردم اصلا شاید خجالت بکشه همسرش بدونه که این پاسدار سپاه کار میکنه اینها مسائل مهمی هستند و،, و در مورد بخش دیگر صحبت که اشاره کردیم موضع ما وقتی که با 57 مشخص باشه یعنی این عبور رو به فال نیک بگیرم مردم یه نکته که من خیلی بهش معتقدم علیرضا گرامی اینه که واقعا قدرت تشخیص و تمایز دادن ملت ایران بسیار بسیار بالا رفته یعنی جوون ها اون صداقت کلام رو اون نوع حرف زدن رو نوع لح رو که طلبکارانه است متواضعانه است اینا رو خیلی خوب درک میکنن و تو این بحث پروتکل جناب قاسمی نجات. این بحث زمان خودش همه چی رو حل میکنه ما داشتیم حالا من نمیخوام اینجا مشخصا اسم ببرم افرادی که مقامی داشتن نسبی داشتن نه جایگاهی داشتن در ساختار جمهوری اسلامی چون صادقانه اومدن و سخن گفتن و بعد با مردم کنار مردم بودن بسیار بسیار مورد به دل مردم نشستن پذیرفته شدن اصلا میبینیم که به ندرت شاید یکی برای مزه پرانی یا اصطلاحا تخریب اون گذشته رو بخواد چیز کنه این رو برای این گفتم که اون صداقت خیلی خیلی اثرگذاره و این رو مردم میتونن بفهمن مردم درک میکنن و مو رو از ماس میکشن بیرون افرادی که خب اتنا سالها ادعای پادشاهی خواهی کردن به دلیل اینکه پا... در سالهای اخیر پاشون رو کج گذاشتن دچار منیت شدن ما شاهدیم بودیم که از طرف مردم مورد بیمهدی قرار گرفتن و مردم این رو متوجه میشن افرادی که اصلا پنجاه سال همراه بودن یعنی این تفکر رو داشتن از پنجاه سال پیش اما مشخصا این صداقت این درستی در رفتار این پایبندی به اصول و در, در این موضوع خاص نسبت همراهی آساده، با شاهزاده با ولیعت ایران با شهریار ایران خیلی مهمه یعنی مردم این معیار رو میفهمن کسانی که خب پشت سر شیطنت میکنن نسبت به شاهزاده میبینیم که بدگویی هم گاهی میکنن به راحتی مردم اینها رو متوجه میشن و فوری میفهمد این مثال فقط برای این بود که واقعا باید به قدرت تشخیص مردم اعتماد کرد و این رو هم در این پروسه جا داد که مردم خودشون خیلی راحت تشخیص میدن و در یک فاصله حالا یک ساله دو ساله میبینی که خیلی روشن تا 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 تعیین تکلیف میکنن برای طرف مقابل که آیا قابل اعتمادی یا نه کاملا این نکته ای که گفتی راجع به قدرت تشخیص مردم خب مردم البته مردم که داریم میگیم اخشار مختلفی هستند دیدگاه مختلفی در جامعه وجود داره این تردیدی نیست ولی بیا سنس کلی یک برداشت کلی که در واقع هست من با همراه هستم باهات حالا دلیل خاصی رو نمیتونم بر بشم استدلال خاصی رو نمیتونم برش برم. ولی دیدم یعنی دقیقا شما مثلا میبینی زنده احمد رضایی فرزند محسن رضایی بود دیگه بالاخره مثلا اون خیلی مورد عنایت مردم بود و الان هم هست مدام ازش یاد میشه به نیکی ازش یاد میشه با اینکه خیلی عکس خاصی نداشت ولی همون مصاحبه ای که کرده بود همون یه روشنگری که کرده بود ولی از اون طرف مثلا شما میبینید سنس کلی که وجود داره نسبت به فایزه رفسنجانی یعنی همیشه یه سو زنی در واقع دارن یعنی میدونی چی میخوام بگم یعنی اینجوری نیستش که مردم ببینن که اگه مثلا خب راجب خود بزن راجب خود مهدی نصیری مهدی نصیری منسوب خامنه ای بوده در کیهان لند... در کیهان لندن میگم در کیهان تهران ولی دوستان کیهان لندن عذرخواهی میکنم من شما رو خامنه ای رو بالا سر شما تعریف کردم عذرخواهی میکنم ولی به اصطلاح در کیهان تهران منصوب خامنه ای بوده ولی خب من بحث آقای نصیری رو دنبال میکنم در این حالی که بعضی ها انتقاد دارن و اینا ولی خب من میبینم که مثلا اصلا رفتاری که با فائزه رفسنجانی میشه یا رفتاری که مثلا نسبت به بعضی چهرهای دیگه میشه مثلا نسبت به صادق و زیبا کلم همیشه این سوزن وجود داره ولی نسبت به مهدی نصیری وجود نداره دقیقا آفر. اون بحث صداقت که آوردی اون بحث خیلی مهمه یعنی اونو حس کنن ملت بازم میگم نمیتونم خیلی صورت بندی دقیق ارائه بدم الان که دقیقاً مثلا... چون فرق نداره حس دیگه دقیقا درست کنم اون حس است آره دقیقا میگم مثلا میبینی احمد رضایی و مهدی نصیری انایت بیشتری میگیرن نسبت به رفسنج فایز رفسنجانی و صادق زیبا کلام همیشه سوء وجود داره در حالی که مثلا همین مهدی نصیری منصوب خامنه ای بوده در کیهان ولی خب صادق زیبا کلام منصوب خامنه ای و اینها در واقع نبوده حالا بریم سراغ یک بحثی بازم نگاتو بگیرم چون بحث مهمیه من چند تو همین یوتیوب فریدون با حامد شیبانی راد دبیر نخست حزب ایران نوین و رز دکتر رضا عرب به اصطلاح دبیر دفتر مطالعات استراتژیک حزب ایران نوین یه گفتگوی داشتیم جای این بحث اتحاد و ائتلاف و اینها خب اونها هم نگاه تو رو دارن یعنی اونها میگن که در واقع رهبری شاهزاده محفوظه چون در حزب ایران نوین فعالیت میکنن و حزب هم موزه خودشه داره حامد اونجا یک سگانه ای رو در واقع از بحث اتحاد و ها آورده که چون به این بحث مربوطه میخوام اون رو با در میون بذارم و نگاهت رو بگیرم حامد میگه ما یک همبستگی داریم یک اتحاد داریم و یک اطلاق داریم که در واقع اینا توی فارسی خیلی شبیه هم به نظر میرسه ولی واقعیتش اینه که در انگلیسی مفاهیم گرچه میتونن همپوشانی داشته باشن ولی مفاهیمی هستن که با همدیگه تفاوت دارن همبستگی همون سالیدوریدی هستش در انگلیسی که بالاخره یک بین در یک سری اصول کلی مردم در واقع یه همبستگی دارن دیدگاه یعنی افرادی با دیدگاه های متفاوت میتونن سر یه به اصطلاح هدفی به سالیدوریدی و همبستگی برسن اتحاد که در واقع میشه نگاه حامد رو دارم عرضه میکنم و نگاه حامد رو دارم عرضه میکنم ولی خود من باش موافقم اتحاد در واقع میشه همون یونیتی در واقع که اون یونیتی در واقع یک یعنی با سالیدریدی همپوشانی داره ولی واقعیتش اینه که در باورهایی که اتحادی وجود داره یعنی افراد دیدگاه های لزوما دیدگاه های مختلف ندارن بلکه دیدگاه های یکسان دارن و تلاش میکنن که این اتحاد رو این یونیتی رو بیشتر هم نشون بدن به خاطر همینه شما مثلا میبینید که برای تیمای فوتبال مفهوم در واقع یونایتد به کار میره برای این تیمای در واقع در فضای انگلیسی و از اون طرف شما ائتلاف داری که در واقع همون کوالیشن هستش کوالیشن گورنمنت دولت ائتلافی که در واقع به کار میره این مفهوم که بین احزاب و گروه ها برای یک بازه مشخص و برای یک هدف مشخص محدود البته یه اعتلافی شکل میگیره حامد حامد شیبانی راد در واقع در اونجا این توضیح رو میده که اتحاد بین اپوزیسیون ممکن نیست چون شما یک چپ رو نمیتونی با یک راست در واقع متحد بکنی بر سر باورها شما یک پادشاهی خواه رو نمیتونی با یک جمهوری خواه متحد بکنی بر سر باورها ولی در عین حال سالیدریدی و همبستگی بین مردم ممکنه شما الان مثلا میبینید که ممکنه کاملا یک فردی نگاه چپ داشته باشه یکی نگاه راست داشته باشه ولی هر دو معتقد به گذار از جمهوری اسلامی هست. یکی مثل آقای نصیری فرد باورمند به اسلام هستش فرد مسلمانی هستش معتقدی هستش با یک فرد در واقع غیر باورمند به اسلام با یک فرد خدا ناباور با یک فرد در واقع مسیحی با یک فرد اهل سنت میتونه کاملا همبسته باشه برای گذار از جمهوری اسلامی و اعتلاف هم که بین گروه و احزاب سیاسی هستش پس اگه در واقع این نگاه حامد رو که رزام در اون برنامه تایید کردیم نگاره نگاه رو و با, با این سگانه موافقه و با تحلیل و منم حقیقتش موافق هستم اگه اینو در نظر بگیریم به نظرت میتونیم بگیم عملا اتحاد بین اپوزیسیون و مخالفان در واقع جمهوری اسلامی ناممکنه یعنی اتحاد بین تایزده و شاهزاده ناممکنه ولی از اون طرف میتونیم نوعی از همبستگی رو مت... متصور بشیم و اینجا یعنی من تحلیل حامد رو آوردم مدل حامد رو آوردم که ببینم ایده ای آقای نصری رو به این مدل محک بزنیم نظرت چه استاد ببین در شکل کلی با این سخن موافقم اه... یعنی این نوع دستبندی درسته که ب... اه... مثلا اتحاد به دلیل تضاد باورها یک موضوع سخت و پیچیده ایه. نکته ای که وجود داره و من به شخصه به اون خیلی اعتقاد دارم اینه که یکی بحث اولویت بندی متاسفانه این در صورت و در روی کاغذ این 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 بحث ها خیلی درسته خیلی منطقیه اما در بحث اولویت بندی ها ما میبینیم که به دلیل به طور مثال سابقه و پشتوانه خانوادگی ولیت ایران شاهزاده رضا پهلوی میبینیم که بسیاری از افراد به هنگام همون سخن همبستگی هم, هم اصطلاحا نمیتونن این موضوع رو بپذیرن اینجا مشکل و ایراد از اون جایگاه خانواده چون اصلا یه فکت تاریخی شما نمیتونید اون پشتوانه تاریخی خانوادگیتون رو عوض کنین یا اصلا منکر بشین یه چیزی که وجود داره هر کسی داره یکی هم ممکنه توی خانواده ای که همه کس و کارش مجاهد بودن به دنیا آمده این بحث اولویت دادن هست که من معتقدم مشکل اساسی امروزه یعنی همون نکته که شما هم به درستی اشاره کردین اولویت دادن به بحث گذار از جمهوری اسلامی باعث همبستگی میتونه برای ما باشه و و وقتی که ما مشکلی میبینیم به دلیل اینه که این اولویت برای بسیاری از افراد در همین اپوزیسیون وجود نداره خیلی روشن دارم میگم نگاه بیزینسی دارن گروه های که به فاندی و باندی مشهور هستن نام نخواهم برد طبیعتا به دلیل جایگاه وزین مجله فریدون من تصحر میکنم که با نام, ها، نام آوردن برخی از این چهره اون جایگاه م... اصطلاحات هم متزلزل نکنم یعنی نگاه واقعیت هم اینه که نگاه بیزینسی دارم و با اینکه ادعا میکنن این اولویت براشون موجوده واقعیت هم اینه که وقتی پای کار میان این اولویت رو ما ها اینها نمیبینیم کل این صحبت ها رو برای این کردم که اشاره بکنم بحث همبستگی زمانی میتونه اهمیت پیدا کنه و به مرحله عمل برسه که ما اون اولویت گذار از جمهوری اسلامی رو بر اون, بر اون اختلافات حتی در سطح باور و حتی در بحثای سیاسیمون ارجح بدونیم یعنی گذار از جمهوری اسلامی رو که متاسفانه به دلیل این چل... تجربه 45 ساله شاهد این بودیم که در بسیاری از موارد در هنگام اجرا در هنگام شروع این گفته شده ولی در ادامه دیدیم که بهش خدشه وارد شده چرا من چرا روک و پوسکنده من دامن کارنامه ولیحت رو در این مورد از همه پاکتر میدونم به, به این دلیل که ایشون از همون روز اول بر این مهم تاکید کردند برای اینه که ما وقتی که از سخن از رهبری ایشون میکنیم برای دوران گذار به این دلیل که ایشون از همین از همان روز اول در این نقطه ایستاده این نقطه بسیار بسیار مهمه یعنی افرادی که این ادعا رو دارن در بحث همبستگی باید بیان زیل این چت برای دوره گذار برای دوره عبور از جمهوری اسلامی کوتاه سخن جنبندی سخن با این با این ساختار بندی با این تقسیمی که انجام داده جناب شیبانی راد موافق هستم اما میگم در مرحله عمل واقعا به دوچار پیچیدگی های عجیبی میشه اینکه ما با امثال تاجزاده چون تاجزاده به روشنی به جمهوری معتقده نمیتونیم اتحاد بر سر باور داشته باشیم کاملا روشنه اما بر سر نقطه ای که همون گذار از جمهوری اسلامی و اولویت داره برای سامانه پادشاهی برای پادشاهی خان اینجوری بگم واقعا اولویت داره اینها کهنترین و سنتی ترین اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند از روز اول مخالف این چیز بودن این این امتیاز ویژه دادن یا تعریف علکی کردن نیست این حقیقت تاریخیه بزید. شما سنتی ترین شکل اپوزیسیون جمهوری اسلامی که از روز اول با سیل تا صدر این جمهوری اسلامی با رهبرش با همه چیزش مخالف بودن فقط پادشاهی خواهان هستن به همین دلیلی که جایگاه رهبری رو به عنوان استلاحاً پیش برنده این انقلاب و خیزش هایی که انجام شد و خیزش هایی که قرار انجام شه و ضربه نهایی رو بزنه به نظر من فقط باید تعلق بگیره به شاهزاده رضا پهلوی چون هم پشتیبانی پادشاهی خواهان رو داره هم پشتیبانی اکثریت مردم ایران در داخل ایران رو داره که اصلا ممکنه باورمند به جمهوری هم باشن اما اون اطمینانه وجود داره ببین اون اطمینانه وجود داره که ایشون سخنشون روشنه به صندوق رای احترام داره قبول داره بارها اون رو تاکید کرده دنبال دکان دو نبش نیست اینها موارد بسیار بسیار مهمیه دارای وجاهت خانوادگی دنیا دیده است زندگی رو طوری اصطلاحا زندگی کرده که ندید بدید نیست اینها خیلی مهمه کلمات ساده هستن اما واقعا مهم هستن چون نمیشه که کلام پایانی تو این قسمت از یه روستایی که خب مشکلات خانوادگی داشتی مشکلات مالی داشتی برسی به مانوم... مال و منادی در آمریکا خب این باعث میشه که ذره چیز به هم بخوره یعنی شما اون اصالت و اون است و نسب در مفهوم تربیت ها نه صرفا این که بله یکی وضعش فقیر بوده روستا نه در مفهوم تربیت ما روستا ای داریم که دارای عالی ترین شکل تربیت و فرهنگ و هویت زیاد گویی شده امیدوارم که تونسته باشم تو این بخش بحث و بندی کنم خیلی احساس میکنم که یه ذره بحث حاشیه هم کشید اما من واقعیت هم این که این بحث همبستگی رو به دلیل اینکه اولویت ها در کلام اول میبینیم که میگن اولویت ما اینه ولی در ادامه میبینیم که اصلا بحث هاشیهی دیگری مطرح میشه و این رو هم سخت میدونم اما شکل کلی تقسیم بندی جناب شیبانی را درسته واقعا اتحاد با افرادی که باور جداگانه از ما دارن خیلی, سخ... خیلی, خیلی سخت اصلا نشدنیه کاملا و من به بحث روستا رو گفتی یاد بیت, بیت سعدی افتادم که میگفت روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن پسران وزیر, ناقل، وزیر ناقص اقل به گدایی به روستا رفتن در واقع دقیقا تأکید بر حرف مفهوم تربیت دقیقا کسی در واقع میتونه به صلاح در دربار پسر وزیر باشه پسر نمیدونم پرزیدنت باشه ولی به گدایی در واقع بره حالا به تعبیر سعدی یه کسی هم میتونه در روستا روستا زاده باشه ولی چنان تربیت بشه توسط اون خانواده علا رقم امکانات که کم در روستا که به وزیری پادشاه برسه به تعبیر سعدی و ببین نگات خیلی به نگاه مهدی نصیری نزدیک شد حال برای نقد مهدی نصیری اومدی چرا الان برای توضیح میدم به چرا به نزدیک شد چون دقیقا توی این حرفای این قسمت بحث نقد کمالگرایی سیاسی رو در تو هم دیدم یعنی تو هم در واقع تاکید کردی برای اینکه ما با در واقع به گزار و جمهوری اسلامی فکر کنیم ولی خب تفاوت نگاه با نگاه مهدی نصیری که البته من نمیگم لزوما مهدی نصیری با این مسئله مخالفه چون نیدم در این مورد حرف بزنه صرفا گفته شکاف باید پر بشه ولی شما به رهبری شاهزاده در انقلاب ملی و بر این گزار تاکید داری که واقعیت هم اینه که بنا به هایی که شما گفتی و ما هم گفتیم به اصطلاح همین است میگم چیز تحمیلی هم نیست ولی این چیزی هستش که در واقع بالاخره ملت خودشون صدا زدن وگرنه این چیزی هم که گفتی در مورد این که پادشاهی خواهان اصیل ترین کهن ترین و قدیمی ترین هستن این دوستان به معنای کردیت به من و ویده به من نیست ما که متولد 1984 1363 هستیم و من خودم یه چند سالیه در واقع پادشاهی خواه شدم به این دیدگاه رسیدم و فکر الان فکر می کنم پادشاهی خواهی بهترین در واقع در واقع سامانه میتونه باشه برای حکمرانی در ایران همیشه پهلوی دوست بودم و به اصطلاح همیشه هم تا جایی که به سال 87 که کار سیاسی شروع کردم به اصطلاح برانداز بودم یک دو بارم در ایران بازداشت شدم ولی مشخصا بحث پادشاهی اگه اشتباه نکنم در واقع 4 5 سال یا 3 4 ساله و ولی دقیقا نکته که وید گفت پس کردیت به علی کیانی نیستش که بگم آقا من کهانترین مخالف جمهوری اسلامی هم نه بحث اون نیست بحث اینه که یک فکت مسلم یک حقیقت مسلم رو داره یادآوری میکنه وید مبنی برای که پادشاهی خان از همون روز اول مخالف بودن حالا نتونستن در باقی پیروز بشن علیه جمهوری اسلامی نتونستن مثلا کارهای خیلی موثری بکنن یا تونستن او یه بحث دیگه یعنی من انجام داوری در مقام به اصطلاح افعالیت پادشاهی خان در طول این 45 سال نیست اون یه بحث دیگه میشه اومد هر گروهی در واقع ضعفی داره قوتی داره ولی این نکته که پادشاهی خان اصیل ترین و کهن ترین مخالفان جمهوری اسلامی بودند وقت مسلم حتی مجاهدین هم این مونه نیست من نگاه، کاری ندارم ولی محتوای نگاه ها مجاهدین در واقع به جمهوری اسلامی رأی دادن من چند روز پیش گذاشتم برای در واقع مجاهدان عرصه تایملاین توییتر فارسی که به اصطلاح مس... موسا خیابانی به عنوان یکی از اساطیر در واقع مجاهدین خلق و مسعود رجبی که معلومی زنده است مرده است از ازش به عنوان در واقع مرحوم یاد بشه که گرچه اگه واقعا هم فوت شده باشه یک نامرحوم هستش احتمالا این فرد به اصطلاح رأی داده به جمهوری اسلامی اکس تصاوی وجود داره اینا در واقع از از نمیخوام بگم مبده واژه امام برای خمینی بودن ولی از جمله افرادی بودن که عمیقا بر واژه امام و کاربرد در واقع صفت امام برای خمینی تاکید کردن میخوام بگم حتی اونها هم نبودن خب وید جا من اینجا یه نکته ای رو اضافه آه. کنم اینها تا سال 60 شست 61 اون قضاای تجمعاشون و اینا اونجا بودن یعنی سر سفره بودن دقیقا به درستی اشاره کردی اگر اون درگیری ها نبود الان عکسای رجب مسعود و مریم رو به عنوان بنیانگذاران جمهوری اسلامی همه جا داشتی ببینین علی رضا من اینجا دو تا اسم میخوام ببرم فارغ از بررسی کارنامه داری. که قید پادشاهی ها ها هستند و به نوعی با این خی شورش با این انقلاب زاویه داشتند که چهره شناخته شده هستند یکی شاپور بختیاره یکی هم صدیقی اینها گذشته ای منصوب به اون جر... جریانات و جپه ملی و اینها داشتند ولی خب حالا حتی جفتشون هم به نوعی ترد شده بودند از اون جبهه به دلیل مثلا بختیار مثلا به دلیل پذیرش تموم شد رفت یعنی شما اکثر همون تیف رو هم از سنجابیش بگیرین از بازرگانش بگیرین که اصطلاحا تو بحث نهست آزادی بود حتی تا اونها هم که الان مدعی هستند در مورد اینکه مخالف بودیم و از این حرفا و ما از اول نمیدونم خمینی رو شناختیم و که کاملا نادرسته مصاحبه های سنجابی موجوده مصاحبه های بازرگان موجوده اینها رو ما داریم یعنی به جز پادشاهی خان دو نفری که بتونیم حالا نام ببریم که یکی صدیقیه یکی هم بختیار جدا از ارزش گذاری کارنامه که چه جوری بوده کارنامش خوب بوده بعد بوده این دوتا مثلا تو اون چیز موج شورش پنجاه هفت همراهی نکردن هم صدایی نکردن با بحث جمهوری اسلامی و کلا با بحث پنجاه هفت و بعدتر همین موضوع جمهوری اسلامی همراهی نکردن به غیر اونها به درستی اشاره کردید همشون چپ ها رو بگیرین همین مجاهدین رو بگیرین اینها یعنی نهست آزادی رو بگیرین اینها یعنی کاملا از پایه های تسبیت کننده و شورش 57 بودن و جمهوری اسلامی بودن این نکته بسیار بسیار مهمی که ما باید در نظر داشته باشیم و وقتی که صحبت از پادشاهی خواهم میکنیم اشکال سنتی اونه به قول شما ما که 5 سال 6 سال بعد تازه به دنیا اومدیم <تصفح> بله ما فرزندان در واقع انقلاب هستیم در به اصطلاح دهه 60 به دنیا اومدیم و ولی خب فرزندانی هستیم که حالا طیف خودم رو میگم نه خودم رو که متمرد هستیم علیه اینا کسانی که میخواستن ما رو به اصطلاح مثل خودشون بار بیارند ولی میهم پرستی ایرانی قدرتمندتر از ایدئولوژی جمهوری اسلامی بود و دقیقا به علت همون میهم پرستی به شاه دوستی کشیده شدیم به درواقع به اصطلاح تاکید بر استقرار دگرباری دولت ملی در ایران که در شکل پادشاهی شناخته میشه واقعا میهم پرستی ایرانی رو رفقا به عنوان یک واقعا چیز فانتزی نبینید میهم پرستی واقعا وعید من میدونم بارها در سوشال میدیای خودش روی این نکته به درستی تاکید کرده اصلا چیز فانتزی نیست اتفاقا در عمیقترین ترین لایه های به اصطلاح فلاکتی که ما درش قرار داریم هستش که میهم پرستی میتونه به کمک ما بیاد زمانی در واقع نادر بروز نادر ظهور کرد که ایران مورد حمله افاغنه قرار گرفته بود و در چنان فلاکتی به سر بود زمانی در واقع سپخیز سوم اسفند رخ داد و شخصیتی به نام رضا پهلوی که موقع هنوز شاه نشده بود ظهور پیدا کرد که ایران در یکی از عمیق‌ترین و در یکی از فلاکت بارترین در واقع دورایی تاریخی خودش داشت به سر می‌برد در دوره پادشاهی احمدشاه اصلا میان پرستی ایرانی یک چیز فانتزی نیست اصلا میان پرستی ایرانی سخنی در واقع از سر شکم نیست میان پرستی ایرانی اتفاقا باید بیشتر روش تاکید بشه در روزهای درد و رنج چون اونجاست که میان پرستی ایرانی میتونه به داد برسه برای اینکه ما دولت رو از دست ان ایرانیان پس بگیریم که در واقع جمهوری اسلامی باشه خب وای من نکته آخر رو میگم و به اصطلاح بحث رو میبندم شاهزاده رضا پهلوی در 11 می یعنی 22 اردی بهش که دیروز باشه این برنامه البته در 12 می 2000 می 2024 و به اصطلاح 23 اردی بهش در 2583 شانشه 1603 در ضبط میشه شاهزاده در لندن تشریف داشتند و اونجا یک نکته ای رو تاکید کردن در یک همایشی در یک نشستی در مورد همین بحث که به این بحث مرتبطه که اونجا من عین جمله رو میخونم که گفتن که موضوع مهم دیگه اهمیت دادن به تغییر پارادایم فکری نیروهای به اصطلاح اصلاح طلبه و اونها نیز به این نتیجه رسیدن که به امید به اصلاح دیگه فایده نداره باید بتونن ملحق بشن اولین وظیفه نیروهای سکولار دموکراتیک در چنین شرایطی استقبال از این مسئله است استقبال از این ملحق شدن بعد خودشون هم تاکید کردن که بله من میدونم قبول این مسئله برای خیلی سخته اما به خاطر منافع ملی اما به خاطر منافع ملی اتفاقا در صحبت مهدی نصیری هم همین بود که آقا شرایط خیلی در واقع الان تلخ و سخته باید در واقع اون گرایی سیاسی رو بذاریم کنار اما به خاطر منافع ملی باید تا جای ممکن همسویی حد و ریزش حد را تقویت کنیم زیرا یکی از نگرانی های من و البته خواست من کم هزینه تر کردن راه برای تغییر نظام در ایران هستش و تأکید کردن باید تضمین بدیم به نیروهایی که دستشون به خون مردم آلوده نیست و بدونن که در فردای فروپاشی جایی در آینده خواهند داشت شبیه حرفای خودت بود و اینجا در اول صحبتهایی که داشتی و باید هزینه رو هزینه تغییر از جمهوری اسلامی به حداقل برسونیم و شاهزاده باز تاکید کردن در این حرفاشون که اینا رو در عمل باید نشون بدیم نه در شعار و نکات کلیدی هستش و به اصطلاح به قول معروف باید روش تاکید کنیم خب نظر تو راجع به این حرفای شاهزاده رضا پهلوی میخوام بگیرم وید بحث آخرمون هم هست یعنی اینجا و این نکته دیگه ای هم اگه داری در کنار نگاهت به نگاه شاهزاده بیان نگاه به نگاه شاهزاده میشنم. زنده باشی علی رزا جان کاملا موافق هستم ببینید موضوعی که بسیار بسیار مهمه برای مردم داخل ایران به من و شما به عنوان افرادی که خب اونجا زندگی کردیم اینجا به دنیا نیومد اونجا زندگی کردیم یکی از دقدقه های اصلی برای مردم داخل همین عدم کشت و کشتار و برادرکشی و خونریزی و آنارشی میدونین یعنی یک گذاری که مدام این سوال هست خب این کم هزینه باشه جان و مال و خانواده مصوم باشه بعد و یک یه گزینه دیگه هم که خب اینا برن کیمیان که خب اون جوابش روشن شده اینا باید برن یعنی به اون مرحله رسیده که مردم دیگه قطعی میدونن که اینا باید برن خیلی رو اینکه کیبیات کی بیاد مهمه ها این هم باید تبیین کرد ولی این بخش کاملا پرزوره و این بخشی که اینا باید برن و سخنان شاهزاده کاملا در این راستاست ببینین علی رضایی بینندگان بزرگ بار. من میخوام به یه موضوعی بپردازم شاهزاده خب یک شخصیتی دارند که من بسیار به این شخصیت در کار سیاسی علاقه دارم این رو هم دلیلش رو خواهم گفت یک سابقه تاریخی دارن یک جایگاه حقوقی دارن حتی جایگاه حقوقی میگم یعنی ما این جایگاه حقوقی رو همچنان سر جاش میدونیم ولیحتی و وارث شاهنشاهی ایران هستند اما در عین حال به واسطه تربیت خانوادگی به واسطه واقع بینگرایی که دارن واقع گرایی که دارن رئالیسمی که میدونن چی دارن میگن که این میتونه از مشاوره ها نشد بگیره میتونه از نگاه خودشون اون بحثش جداست دقیقا میدونن که چه چجوری جمله بندی کنن چجوری افراد مختلف رو مورد خطاب قرار بدن و, با و چجوری بر سر اصول حتی اقلی یه اتحادی رو ایجاد بکنن یعنی حرفایی که مدام و سالها و سالها تکرار شده صندوق رای برای آینده ایران حرف امروزشون ایشون نیست یعنی تمام تمام اون اصول دموکراتیکی دموقراتی، که حتی اصلاح طلبان سالها به خود بزرگشون مثلا خاتمی نامی تحت عنوان مردم سالهای دینی و پرت و پلاهایی از این دست به خورد ایران میداد رو وارث پادشاهی 2500 ساله ایران که در ذات و بنیان متهم به استبدادش میکنین از شما بهتر و تر و درستتر گفته یعنی از روز اولی مرد به صندوق به حق حاکمیت ملی ملت ایران به سکولاریسم به جدایی دین از سیاست اینها اصول بنیادین تشکیل یک دولت مدرنه ام. بدون اینکه اصلا سهمی برای خودش برداره اینها نه از علاقه ما به عنوان پادشاهی ها خیر اتفاقا یکی از دلایل جذب عاطفی امثال من نوعی به این شخص به این مرد این نگاه فوق العاده مدرن و بروز ایشونه که از هم تربیت خانوادگی نشد میگیره هم از زندگی در کشوری که خب طبیعتا سخنی در بحث آزادی های سیاسی داره به مانند آمریکا شون از 17 18 سالگی اینجاست یعنی تمام مظاهر مدرنیتر و ایشون دیده زندگی کرده میدونه انتخابات چیه میدونه احساب چیه چیان لابی‌ها لابی ها چیان کمیسیون ها چیه؟ چه جوری کار میکنن اینها نکات فوق مهمیه یعنی مدعیان اصطلاحا دموکراسی مردم سالاری باید بیان کلاسش رو ببینن در حضور این مرد حالا میخواین انتقاد کنین که چون پادشاهی خواهم اینو میگم و طرفداری میکنم و بله میکنم چون این حقیقته اون موقعی که شما پونز میزدیم به پیشانی زنان به خاطر هجاب بزرگانتون که اصطلاحا اصلاح طلب هستن تئوریسین شما سعید حجاریان مؤسس وزارت اطلاعات این مملکت مسئول گی، گیروبند این مملکت بوده ایران بوده سالها پس از شورش پنجاه هفت این تئوریسین شماست دمید. حالا ببینید فرزند پادشاه فقید ما شاهزاد رزا پلوی از روز اول چی گفته در عین حالی که از اون جایگاه حقوقیش هم عقب ننشسته به تأثیب به پیروی از پدر فشار آوردن بر محمد رزا شاه فقید در مورد استعفا زیر بار نرفت و شاهزاده از این حق خودشون عبور نکردن عدول نکردن دلیلی هم نداره عدول بکنن عبور بکنن اما در عین حال 99 درصد سخنانشون همواره در راستای کشورداری مدرن بوده در راستای دموکراسی بوده توسعه بوده در راستای قانونمندی بوده حاکمیت قانون بوده خب آقا آدم چی میخواد یعنی گاهی من این چیزای سنتی رو چند مثلا قبلا مثال زدم میگفتن اینو چرا اینجوری مطرح میکنی آخه عین حقیقت این, این پادشاهی خان سنتی خیلی ایراد میگرفتن به شهریار ایران که آقا مثلا اون جنبه اینکه شما وارث پادشاهی هستین رو خیلی چیز نمیکنید در حالی که میگم مثلا از نظر حقانیت براشون وجود داره مشروعیت وجود داره که بیاد از اون جنبه هم دفاع کنه ولی پادشاهی خان سنتی خیلی روی این موضوع مثلا شکایت میکردن که همش مثلا در حالی که من نوعی میفهمم این از چه زاویه‌ای خودشون هم به درستی میگن پادشاهی رو اون کسایی که پادشاهی میخوان میرن و مطالبهش میکن، میکنن و رأی میدن و میارنش سر کار برای همی که همیشه مینویسم به حکم اراده ملت بزرگ ایران آرزومندم که سامان پادشاهی دوباره در اون کشور مستقر بشه کو جنبندی سخنم در این زمین کاملا درسته این سخنان کاملا آگاهانه است کاملا هوشمندان است اصول حداقلی اگر کسی با این اصول جناب اعتمادی دیروز هم این رو هم اشاره کنم یا امروز امروز چند ساعت پیش هم یه توییتی نوشتن در همین زمینه که این اصول حد واقعا دیگه بهانه ای برای چیز نمیذاره یعنی با این اصول حداقلی شما میتونین همکاری بکنین میتونین به یک آرمان و هدف مشترک عبور از جمهوری اسلامی تمرکز داشته باشین بهانه رو گرفته علکی نگفته آقا باید کفش قرمز بپوشین که وارد این مجموعه بشی باید کتت آبی باشه خیر یه سری اصولی هستن که اصطلاحاً اینها اساس و بنیان موجودیت کشور و ملتی به نام ایرانه کسی که اینها رو قبول نداره همین فرومایه که به عنوان سخنران هم در برلین بود یعنی استفراغ کرد اون تعفن وجودیش رو و گفت که اصلا ایران رو من قبول ندارم ملت ایران رو قبول ندارم موجودیتی به نام ایران رو قبول ندارم خب ببینیم ما با اینها چه سخنی میتونیم داشته باشیم با سه شرط خیلی حداقلی آماده هر گونه، آماده پذیرش هر گونه اصطلاحا همراهی و همدلی هستند و دیگه نمیتونم یعنی دیگه قراره که چی بگن چی کار بکنن که اصطلاحا ما فکر کنیم که بله تحت هدایت و راهبری و پیشرانه این مرد باید حرکت بکنیم اصولا انرژی میگیرین استکاک ایجاد میکنین این مسیر رود خروشان خواهد رفت شما امروز نپیوندین فردا خواهیم پیوست نخواهیم اگه نخواهیم هم به پیونده قرق خواهیم شد این یک سخن روشن و آشکاره چون این مسیر رو ملت داره هدایت میکنه این رود خروشان رو ملت داره هدایت میکنه آمد. نه من نه ایکس نه ایگرگ نه فلان رسانه هیچ رسانه ای نبود یه به جز مختهی که خب من و تو کمک میکرد هیچ رسانه ای دیگه ای نبود این ملت ایران بودن که اقبال نشون دادن به خاندان پهلوی به ولیهد ایران به شهریار ایران برکشیدنش توجه بهش کردن و این جایگاه رو بهش دادن هیچ نه رسانه کرده نه پول کرده نه نمیدونم گروهی کردن خیلی هیچ کدوم اینا نیست کاملا ارگانیکه کاملا خودجوش نسبت مستقیم با داخل ایران داره و ما هم که بیرون, هست، بیرون, از ایران هستیم وابسته به داخل ایران هستیم گوشت و پوست و همه چیزمون از اونجاست خانواده همون از اونجاست ما منکس کننده صدای داخل هستیم زیاده گویی کردم سپاس گزارم. نه. نه. شما خیلی خوش بیان هستید زیاده گویی نمی کنید جان مانند خیلی است ما افرادی رو که در واقع در یوتیوب فریدون میاریم خیلی دقیق انتخاب میکنیم چون هر کسی که در یوتیوب فریدون میاد گفته بکنه به اصطلاح اینجا چون رسانه بی طرف که نیست رسانه اگه پیش بزنیم رسانه بی طرف که نیستش که یک کانال بی طرف نیست ما کاملا طرف داریم سویه داریم ولی سعی میکنیم که در واقع گفتگو کنیم افراد رو دقیق انتخاب میکنیم که میدونیم در واقع مشخصا در مورد خودت گفتگوهایی که اینجا داشتیم خیلی از مخاطبان استقبال کردند و به خاطر همین دیدم در مورد فرم... فرماشت آقای نسیری هم شما فرمایشاتی رو در واقع بیان کرده بودیم و به همین دلیل دعوت کردیم ما در اینجا حقیقتش دوستان گرامی بحث کردیم روی ابعاد مختلف ایده آقای مهدی نسیری جناب آقای نصیری بحث اتحاد تاج زاده تا شاهزاده رو مطرح کردن و خواستار پر شدن شکاف شدن گفتن بعد از کمالگرایی سیاسی پرهیز کنید نگاه ایشون و ما اینجا نخواستیم به نتیجه برسیم در مورد دیدگاه آقای نصیری لزوما بلکه در واقع من و وحید سعی کردیم که این بحث این دیدگاه رو یه خورده مورد حلاجی قرار بدیم و دیدگاه سعید قاسمی نژاد، حامد شیبانی راد، شاهزاده رضا پهلوی، اینا رو مطرح کردیم لزوما در تعارض با دیدگاه آقای نصیری نبود تفاوت هایی داشت مثلا من خودم هم حالا بخوام یه نکته رو بگم من فکر می کنم که من با اصل این مسئله آقای دیدگاه آقای نصیری که باید از کمالگرایی سیاسی پرهیز کنیم در مقطع فعلی روی گذار تاکید کنیم اتحاد نیروها همون همون در واقع سالیدوریدی و همبستگی که وجود داره کاملا من با این موافقم ولی در واقع باید در واقع رهبری شاهزاده رضا پهلوی بزنیم چون واقعا ببینیم بحث هم صرفا از تعصب من به ایشون نمیاد تعصب وعید به ایشون نمیاد مردم در داخل پذیرفتن و بدون یک رهبر مشخص واقعا گذار از جمهوری اسلامی یا هر رژیمی حالا ببیشه جمهوری اسلامی سخته دنیا باید یکی رو بشناسه دنیا باید بتونه با یکی گفتگو کنه در واقع با... و که اون فرد هم در واقع حمایت داخل رو داشته باشه نکته دیگه هم اینه که من فکر میکنم که آقای نصیری باید روی به این جنبه از بحثم فکر کنه که امثال تاج زاده باید بیان در واقع رو همون اصل حداقلی عبور از جمهوری اسلامی تاکید کنن فایزه یا رفسنجانی حالا تاج زاده و حالا امثال اینا هر کی هستن به قول معروف اینا باید بیان دست کم اول بگن که واقعا قائل هستن به عبور از تمامی از جمهوری اسلامی مثلا مهدی نصیری گفته این رو مهدی نصیری حالا نه صرف جمهوری اسلامی مهدی نصیری میگه از من از انقلاب 57 هم گذر کردم آمادگی برای تولدی دیگر بسیار هم عالی من به که یک هموطن ایرانی دارم در واقع راجع به دیدگاه نصیری صحبت میکنم خب تایزده این رو گفته اگه گفته خب بسیار هم عالی حالا البته میگم تایزده باید پاسخگو باشه چون مسئول بوده در جمهوری اسلامی در دهه 60 مسئول بوده یعنی این اتفاقا بحث در واقع مدعی العمومه حالا من کاری ندارم شکایات خصوصی و اینا هم که اون بحث دیگه ایه بعد راجع به اونام پاسخگو باشه حالا من پروتکل سعید رو یعنی اون نگاه کلی سعید رو هم برش بردیم هم من موافق بودم هم وحید موافق بود بسیار عالی وحید جان امیدوارم که به قول معروف بتونیم از این دست پسا بازم با داشته باشیم امیدوارم که به درد خورده باشه برای مخاطب این بحث یه خورده در واقع دیدگاه آقای نصیری رو باز کرده باشیم علاجی کرده باشیم نشون داده باشیم در واقع کجاش یه خورده ضعف داره کجاش خوبه دیدگاه شاهزاده هم در میون گذاشتیم و امیدوارم هر چه زودتر بتونیم روزهای خوب برای میهن خودمون رو ببینیم نکته آخر دایی جان سپاسگزارم علی رضایی گرامی از دعوتتون خیلی سپاسگزارم از بینندگان بزرگوار نشریه فریدون صبوری کردند فکر کنم خیلی شو بیش از یک ساعت شد لطف کردن و امیدوارم دوباره فرصتی بشه در خدمتتون باشم بی‌نهایت سپاسگزارم زنده باشی خداحافظ بزن بترود در جمعبندی می توان گفت حرکتی که بهدی نصیری شروع کرد حرکتی قابل احترام هست آغاز یک مرحله جدید در مبارزات مردم ایران است با توجه به روحیات مردم داخل ایران مردم خارج از ایران قدم مهمی این مبحث بوده به اینکه جوانان و مردم ایران دنبال این هستند که یک رفراندوم برگزار بشه و در دوره گزار تا رسیدن به رفراندوم شاهزاده رضا پهلوی بتواند این مرحله گذار رو تا اینکه رأیگیری بشه و مردم با رأی خودشون بگویند چه حکومتی و چه کسی رو میخواهند 100 میلیون ایرانی 85 میلیون داخل ایران حدود ده میلیون دست کم در خارج از ایران که به ایران باز میگردند در رأیگیری و رفراندوم شرکت خواهند کرد و آنگاه مشخص خواهد شد که چه حکومتی و چه رهبری در ایران برای مردم ایران خدمت میکنه به هر حال امیدوارم این اتفاق خوش بیفته و ما دیدن روز رفراندوم رو با هم می‌بینی و جشن می‌گیری. لطفاً شما عزیزان هم که این برنامه رو دیدید، نظرتون درباره صحبت‌های این دو جوان ایران دوست و خوب و باثبات و آگاه نظرتون رو بدید به طرح مهدی نصیری که درباره‌اش صحبت شد، نظرتون رو بدید و شما هم یاری کنید. تا برنامه دیگر بدرود